سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز و دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال باشید و سلامت. قبل اینکه اتاق رو شروع بکنیم یه خبری رو باید به اطلاعتون برسونم. حالا در پایان اتاق هم مجددا تاکید میکنم، اگر خاطرتون باشه من چند ماه پیش بهتون گفتم که میخوایم و میخوام که یک مستندی در مورد کاوه موسوی و اتفاقاتی که در پیوند با دادگاه حمید نوری و حواشی که کاوه موسوی وجود آورد و اتهاماتی که به ایرج مستاقی زد و همطور اطرافیانش در اون مورد حتما بسازیم و با سند و مدرک در مورد همه این مسائل صحبت بکنیم و واقعا هم فارغ از هر نوع زدنواد و مردوادی واقعا میخواستیم به دنبال افشاگری و نشون دادن حقیقت باشیم. واقعا علارغم این که من خودتون میدونید که چه انتقاداتی به کاوه موسوی دارم و تنها شخصی هم هستش که من صراحتا در این کانال از ایشون انتقاد کردم، فکر میکنم بله چند روز پیش در محتوای گذشته من به اطلاعتون رسوندم. ما قرار شد که با ایرج مستاقی و کسانی که نامشون در پرونده حمید نوری اومده اتاقی برگزار بکنیم، چون ایرج مستاقی به تازگی تقریبا یک کتابی نوشته و به صورت مقاله هم منتشر شده در ارتباط با کاوه موسوی، هم اینکه اساسا کاوه موسوی کیست و چه کرده و هم در مورد مسائل مربوط به دادگاه حمید نوری. نزدیک به 300 صفحه هستش اون دستنوشته ایرج مستاقی و قرار شد که ما در سه قسمت یا سه کلاب برگزار کنیم و در سه قسمت این مستند رو خدمتون ارائه بدیم. این سه کلاب در کلاب خود همین کلاب هاوس فارسی برگزار خواهد شد. من لینکش رو در قسمت دیسکریپشن خواهم گذاشت. هفته آینده شنبه اولین قسمت برگزار خواهد شد با حضور ایرج مستاقی و تمام کسانی که پیوند دارن با مسائلی که در این کلاب در مورد کاوه موسوی حتما مطرح خواهد شد. اگر وقت کردید تونستید خواهش میکنم که اطلاع رسانی بکنید و خودتونم حضور داشته باشید. بهتون قول میدم که تمام مسائلی که حالا به عنوان شایعه یا حرفای در گوشی تا به حال مطرح شده در این کلاب به صورت کاملا مستدل ارائه خواهد شد. ما سعی میکنیم که خود کاوه موسوی رو هم دعوت بکنیم، اگر بپذیرن دعوت ما رو ما سعی میکنیم که ایشون رو هم دعوت بکنیم و ایشون هم تشریف بیارن و از خودشون دفاع بکنن. خواستم این مورد رو اول به اطلاع شما برسونم. بریم سراغ اتاق. کلاب چلچراغ اتاقی برگزار کردم با حضور خانم دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی در مورد شرایط سیاسی کشور و بحث انسداد سیاسی در فضا و ساختار سیاسی. مباحث مهمی مطرح شد. ما در دو قسمت این کلاب رو خدمتون ارائه خواهیم داد. سعی کردم که نزدیک به 6 ساعت هم بود، سعی کردم مثل همیشه مهمترین مطالب که خانم هاشمی گفتن رو آماده بکنم و خدمتون تقدیم بکنیم و همینطور اسناد و مدارکی که خانم هاشمی بهش اشاره میکنن بدون اینکه صحبت ایشون رو قطع بکنیم سعی میکنیم که خدمتون ارائه بکنیم. بریم اتاق رو شروع بکنیم. خانم هاشمی از صحبت ها و کنفرانس خبری اخیر ابراهیم رئیسی شروع میکنن و همینطور حالا اگر نگوییم دروغ خلافگویی هایی که ایشون در این کنفرانس داشتن به صورت موردی بهش اشاره میشه و تحلیل نهایی ایشون. بریم گوش بکنیم. حالا هر جایی که لازم باشه من مثل همیشه در خدمتتون هستم. سوالات رو هم در پاره ای از اوقات وقتی طولانی باشه من به صورت خلاصه خدمتتون مطرح میکنم. نرخ تورم از 60 درصد شهریور سال گذشته به 40.5% رسیده که اصلا این خود مرکز آمار ایران در اون شهریور سال گذشته 44% نرخ تورم رو موقع اعلام کرده بود و آماری هم عدد هم که ایشون گفته 40.5% در حال حاضر این هم اصلا واقعی نیست. این تو همه اخبار که دنبال میکنین بسیار فراتر از اینه. یا مثلا تولید 6000 مگابایت برق در سال، خب این که نمیبینیم، اکثرا ما دچار قطعی برقیم، خیلی جاها اصلا برق ندارن،
اصلا قطعی برقا زیاد شده. اگر واقعا اینقدر تولیدات بوده پس چرا به این شرایط افتادیم؟ حل مشکل آب، حالا آب خوزستان و خیلی جاهای دیگه، یا و پروژه انتقال آب همدان، مثلا یه چنین سالایی دادن که مثلا قرار بوده 20 سال طول بکشه، ما یه سال حلش کردیم. خب اخباری که میشنویم همدان، نمیدونم چهارمحال، شهر کرد، خیلی شهرهای دیگه هم اعلام شد، خود خوزستان، خیلی هاشون دچار مشکل آبن و اصلا بی‌آبی وجود داره، ولی این اعداد رو آقای رئیسی از کجا آورده؟ یا مثلا در سال یک سال گذشته 200 یا 300، حالا 202 هزار میلیارد تومان کار عمرانی در کشور انجام شده، ما چه ندیدیم، یعنی اخبارش هم نشنیدیم، حالا چه در داخل چه در خارج. دولت امسال از سهم 20 درصدی خود از صندوق توسعه ملی استفاده نکرد. حالا ممکنه من اینو اطلاع ندارم استفاده کرد یا نکرد، ولی چون فرموده بودن که ما استقراض بانک مرکزی هم نداشتیم و یعنی خیلی عادی بودجه دولت تامین شده، خود وزیر اقتصاد اعلام کرد در 5 ماه اول از تنخواه بانک مرکزی مثلا کمتر از دوره قبل استفاده شده، اوراق قرضه کمتری هم منتشر شده. و همین کمتر که میگم پس استفاده شده از ذخیره های بانک مرکزی و اینکه ما استقراض نکردیم. بعدم یه خبر دیگه هم همون موقع اومد که از بانک ها در واقع استفاده شده، که اونم باز خیلی با بانک مرکزی فرقی نمیکنه. یا مثلا 5، این دیگه خیلی خنده دار بود، 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور، که نمیدونم این کجا چنین اتفاقی افتاده، چون تو این تحریم ها، تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایطی که ایران داره که حاصل سیاست های چه داخلیش خارجی ماست و اشتباهاتی که داریم مرتکب میشیم، چه این 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری حتی ایرانی ها هم سرمایه هاشون رو برداشتن رفتن، تا هر کی تونسته جای دیگه سرمایه گذاری کردن، امارات، ترکیه و خیلی کشورهای دیگه. کدوم خارجی اومده 5000 میلیارد، یا کدام این خارجی ها اومدن 5000 میلیارد، ببخشید 5 میلیارد دلار اینجا سرمایه گذاری کردن؟ خب اینا باید یه جوری قابلیت راستی آزمایی داشته باشه دیگه، ما همینجوری که نمیتونیم عدد و رقم بدیم. یه جمله که خیلی جالبه، حالا از این قسمت این بخشش میایم بیرون، حضور ایران در منطقه امنیت ساز است، اما حالا به آن اندازه از اقتصاد منطقه سهم ندارد. این امنیت سازیش بر من جالبه. ما الان عراق رو میبینیم تو اخبار روز که به خاطر حالا چیزایی که اونا میگن، به خاطر دخالت ایران به جون همدیگه افتادن، ده ها کشته، صدها زخمی. از این ور سوریه رو میبینیم که شده مرکز حملات اسرائیل و آمریکا و جنگای داخلی و این اکثر اینا برای زدن مواضع ایران میان اونجا. یا مثلا یمن رو میبینیم که دچار جنگ داخلی شدن و گروه‌های مختلف در یمن افتادن به جون همدیگه و اون شرایط اقتصادی وحشتناک، فقر مفرط و آمارها و اون تصاویری که میبینیم. حالا من چند تا مثالش رو زدم و این که امنیتی که حضور ایران در منطقه ایجاد کرده، واقعا من دوست دارم آقای رئیسی یه توضیح بدن که این امنیت کجاست که کسی متوجهش نیست و همه اتفاقا برعکس اعلام میکنن که حضور ایران باعث عدم امنیت شده. و حالا فعالسازی 1000 کارخانه غیر فعال. و یه چیز جالب دیگه هم که بود مال کار اشتغال بود فکر کنم، حالا الان پیداش نمی کنم، ولی یه چیزی هم بود مربوط به اشتغال بود که اونم خیلی عدد جالبی بود. همین ادامه همین ببخشید، فعالسازی 1000 کارخانه غیر فعال و 970 هزار فرصت شغلی ظرف یک سال. و ما هرچی آمار بیکاری ها، آمار فقر، اینا همه داره بالا اعلام میشه توسط خود مراکز آمار ایران. و اینکه چگونه آقای رئیسی این اعداد رو آوردن و بیان کردن، حالا یه خورده اگه در موردش توضیح بدن خوبه. خب من همینجا اگر موافق باشین صحبتامو تموم بکنم و در خدمت شما هستم. خب دوستان، خانم نوشابه امیری هم در اتاق حضور داشتن، هم تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و تاپیکی که به هر حال در اتاق جاری بود نسبت به این مسائل داشتن و هم سوالاتی از خانم هاشمی مطرح کردن. از اونجایی که من خواستم خلاصه بکنم صحبت های خانم نوشابه امیری رو، به سوالش فقط میپردازیم. یکی از سوالاتش رو و یکی از این سوالات که خیلی هم جالب بود از خانم هاشمی پرسیدن که اینکه وقتی فضای به هر حال ایران رو و فضای کشور رو الان میبینید، با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده، از وضعیت اسفناک معیشتی تا وضعیت سیاسی و امنیتی کشور، آیا در دلتون تا به حال شده اشاره بکنید که عجب اشتباهی کردیم یا به اصطلاح غلطی کردیم که این حکومت رو، به هر حال یکی از افرادی بودیم که نقش داشتیم، خودشون و خانوادهشون، در شکل گیری این حکومت، یا خیر؟
بریم، فکر کنم خیلی سوال جالبی هم باشه، بریم پاسخ خانم هاشمی رو بشنویم. البته این رو هم باید بگم که خود خانم نوشابه امیری از افرادی بودن که به هر حال در اوایل انقلاب خودشون و همسرشون به هر حال نقش داشتن در بعضی از اتفاقات اول انقلاب. خود خانم نوشابه امیری در نوفل لاشاتو پاریس یک مصاحبه‌ای با خمینی انجام دادند و مصاحبه معروفی هم هست، اگر وقت کردید در فضای همین یوتیوب موجود است، میتونید برید خودتون و مشاهده بکنید. بریم پاسخ خانم هاشمی رو بشنویم. نه، من صادقانه بگم انقلاب رو بد نمیدونم، یعنی هنوز به جایی نرسیدم که فکر کنم انقلاب اشتباه بوده، چون به هر حال خود شما هم همون موقع در ایران بودین و خیلی از حالا الان مثلا آقای امین و دیگران جوان هم. ببینید من اینو میخوام بگم، به نظر من انقلاب بد نبود، یعنی واقعا تا حالا به ذهنم هم حتی نرسیده بگم که چه کار اشتباهی شد که انقلاب بوده، یا مثلا به حال خدا چه کار کنه اون کسانی رو که انقلاب کردن، چون به حال خودمون در اون شرایط، خب پدر من جز مبارزین بود، مرتب در زندان بود یا فراری بود، شرایط خوبی نبود. حالا ممکنه توی سری زمینه ها رشد و توسعه اتفاق می افتاد، ولی به هر حال از لحاظ آزادی های سیاسی و یا حتی مسائل مربوط به دین، خب به هر حال شرایط ایدئالی نبود. حالا این که بعد از انقلاب، حالا به خصوص توی دوره هایش بدتر از زمان شاه شده، من فکر میکنم این باعث نمیشه که فکر کنیم، یعنی حداقل از نگاه خودم دارم میگم، که فکر کنیم انقلاب اشتباه بوده. نه، انقلاب اشتباه نبود، ولی متاسفانه انحراف از شعارهای انقلاب اتفاق افتاد، انحراف از دین اتفاق افتاد و همه اینها شد ابزاری برای روشهای غلط، سیاستهای غلط. و من الان خودم میگم که ما به عنوان حاکم، حالا من که حاکم نبودم ولی به هر حال خانواده حاکمانم بودم، از من اعتقادم بر اینه که ما در سال اول انقلابو که بگذاریم، به حال شرایط انقلابی عوارض و آسیب‌های خودشو داره، جنگم داشتیم، من معتقدم اگر اون ریلی که در زمان بابا و آقای خاتمی گذاشته شد، حالا با مشکلاتی که داشت میتونست ادامه پیدا بکنه، حتما ما شرایط الان نداشتیم، حتما شرایطمون خیلی بهتر بود، چون به نظرم ریل گذاری تقریبا مناسب بود، نمیگم مطلق همه چی عالی بود، ولی به هر حال به سمت شرایط خوب بره، ولی خطاهامون زیاد شد دیگه، متاسفانه روز به روزم بدتر شد. من افت اساسی رو، البته اون 10 سال اول انقلابو که اصلا جای خودش اصلا قابل بحث نیست، ولی وقتی بالا به یه روال و به یه ثباتی رسیدیم، شروعش رو از دوران آقای احمدی نژاد میدونم که این انحراف رفت و همجور قوی‌تر و قوی‌تر شد، و حالا دوره اول آقای روحانی تا حدودی قابل دفاعه، ولی بعد دوره دوم و الانم که دیگه واقعا همینجور داره شرایط بدتر میشه. نه، ما خطا کارتر از زمان شاه شدیم و خیلی هم خطا کارتر شدیم تو همه زمینه ها، و بر همین نمیگم انقلاب بد بوده، ولی به هر حال الان هم اصلا عملکردمون قابل دفاع نیست و شرایط، حالا شما در مورد انسداد سیاسی صحبت میکنین، همینجور که خانم امیری گفتن، شما تو هر حوزه برین این انسداد وجود داره، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، حقوق بشری، محیط زیست، معیشت، نمیدونم هر مو آموزش، بهداشت، تو هر موضوعی ما وارد بشیم متاسفانه این بحران ها و این انسدادها وجود داره و راه حلی هم به نظر نمیاد که براش وجود داشته باشه و اراده‌ای برای حل این مشکلات، و یا قوی تر از این اصلا مدیران کارآمدی داشته باشیم که بخوان و در ضمن بتونن اصلاح بکنن. اون تفکر اصلا وجود نداره و روز به روز هم به نظر منم شرایط داره بدتر و بدتر میشه. خب من چون حالا باید فی البداهه شروع کنم به حرف زدن، این یکی دو روز داشتم این روزنامه دنیای اقتصاد رو میخوندم، برای شروع بحث شاید این مطالب بد نباشه، مصاحبه آقای رئیسی، رئیس جمهور با رسانه ها رو منعکس کرده بود و جالب بود، یعنی یه خلاصه گذاشته و خوب بهش پرداخته، حال چون البته خب دنیای اقتصاد بیشتر نگاهش اقتصادیه، چند تا نکته توی این مصاحبه آقای رئیسی بر من قابل توجه بود که اگر موافق باشین با این موضوعی که من مطرح کردم من ادامه بدم. بفهمید. بله بله. خب ببینیم این، حالا من بد نیست اون خلاصه که البته چند تا جمله بیشتر نیست تو بگم، چون بعد در مورد اینا حرف بزنم، آن قبل از که وارد این بشم، میبینیم که مثلا حالا آقای رئیسی، سایر مدیران و دیگرانی که الان در این حکومت، حالا چه بخشای مختلف، دولت، مجلس، قوه قضاییه و جاهای دیگه هستن،
هی سعی میکنن همه تقصیرها رو بندازن گردن دولت‌های قبلی و به خصوص دولت آقای روحانی. خب حالا وضعیت آقای روحانی در دوره اول و دوره دومش مشخص بود، چون خود من اعتقاد دارم که خب دوره اول دوره نسبتا موفقی بود و دوره دوم نه دوره خوبی نبود اصلا. ولی در واقع سوالم از آقای رئیسی و سایر بال مدیرانشون اینه، اصلا بگیم همه تقصیرها گردن آقای روحانی، آیا آقای روحانی به خصوص در دوره دومش مدیر مستقل و با اختیاری بود یا مجبور بود سیاست‌هایی که بهش دیکته میشه رو انجام بده؟ یعنی اون دوره دوم رو ما اصلا نمیتونیم بگیم این دوره دوره آقای روحانی بود و خودش با اختیار و با اراده و با افکار خودش و مدیرانش وزراش دولت رو چرخوند. البته ما هم ناراضی هستیم، ما ناراضی هستیم که چرا آقای روحانی اختیار رو داد و ایستادگی نکرد برای اینکه اون قدرت ریاست جمهوری خودش رو حفظ بکنه و بره سراغ شعارهایی که داد، قرارهایی که با مردم گذاشت و همون مواردی که باعث رأیشون شد در دوره دوم، اونا رو بره دنبال بکنه و اجرایی رو پیاده بکنه. چرا اختیار رو داد و در واقع تابع سیاست‌های بخشای حالا از این اصولگراها، سپاه یا حالا بخشای مختلف حکومتی شد که با اون شعارهای آقای روحانی مغایرت داشت؟ البته حالا اصلاح طلبان هم تو این قضیه در این دوره دوم مقداری برعکس عمل کردن و از شعارها و از شاخصهای خودشون فاصله گرفتن. بنابراین اینکه ما هی تقصیر رو بندازیم گردن آقای روحانی مشکل رو حل نمی‌کنه، چون اصلا آقای روحانی دوره دومش آقای روحانی که رأی بهش داده شد نبود، آقای روحانی بود که شماها می‌خواستین، آقای روحانی بود که شماها، حالا شماها منظورم آقای رئیسی نیست، منظورم مجموعه اون تاثیرگذار اصولگراها، شماها ادارش کردین. بنابراین سیاست های، یعنی میخوام این جنبندی رو تو این قسمت داشته باشم، سیاست های خود شما بود که نتایج رو به اینجا رسوند، نه نمیتونیم این رو فقط به طور خاص گردن آقای روحانی یا دولت های قبلی بندازیم. بعد نکته دومی که جالب توجه تو صحبت هایی که آقای رئیسی کردن، اعلام یه سری عدد رقمه که حالا بعضی هاش آدم تو همین رسانه های داخلی یا رسانه هایی که خارج از ایران فعال هستن مقایسه که میکردن که مثلا معلوم نیست عدد رقم ها از کجا اومده و نه قابلیت راستی آزمایی داره و اون چیزی هم که آدم دوربر خودش میبینه، حالا با مردم گفتگو میکنه، تو اخبار دنبال میکنه، به حال مطلع میشه، اطلاعاتش رو داره، نمیخونه با هم دیگه. من چند تا از این جمله ها رو اعلام بکنم، یعنی همجا بخونم چون کوتاهه. خب دوستان، سوال بعدی یکی از سوالاتی هستش که فکر میکنم اکثریت قریب اتفاق افرادی که در اتاق هم حضور داشتن این سوال رو به نوعی از خانم فائزه هاشمی داشتن و دوست داشتن که بدونن که واقعا نظرشون چیست. سوال این است، دو تا سوال هست به نوعی. سوال اول اینه که بحث بحران جانشینی به خصوص در کشورهایی با ساخت جمهوری اسلامی که حکومت فردی هست به نوعی، در نسل سوم رهبری همیشه در چنین حکومت‌هایی به بحران میخورن و مشکل میخورن در بحث جانشینی و رهبری. آیا اساساً این جانشینی رو به عنوان بحران میشناسن خانم هاشمی یا خیر؟ و اگر به عنوان بحران میشناسن و فکر میکنن که این بحران اتفاق خواهد افتاد، برای حل این بحران احیاناً نظری دارن که به نفع ایران و مردم ایران هم باشه؟ و سوال بعدی و مهمه بعدی اینه که فکر میکنن بعد از علی خامنه ای چه شخصی جانشین خواهد شد و آیا مشتبه خامنه ای اینطور که این روزها حرف و حدیثش هم بسیار هست جانشین پدرش خواهد شد یا خیر؟ بریم پاسخ خانم هاشمی رو داشته باشیم. بحران جانشینی، حالا آقای میرحسین هم تو اون متنی که حالا برای اون کتاب نوشته بودن و منتشر شد و حالا خیلی هم سر صدا کرد، به این موضوع اشاره کرده بودن برای جانشینی آقای مشتبه خامنه‌ای. ببینیم، به نظر من بحران اصلی اون ساختار قانون اساسیه که ما ولایت مطلقه فقیه داریم و اون مطلقه بودن خودش در واقع یک، به نظر من، موضوعی بوده که اگر ما به اینجا رسیدیم و چون قرن هاست که غرب و خیلی از فیلسوفان و نمیدونم نظریه پردازان سیاسی و اینا واقعا به درستی رسیدن به این که یکی تفکیک قوا نیازه و یکی هم قدرت مطلق و مادام العمر نباید باشه، چون همه اینا میتونه منجر به دیکتاتوری، فساد و حالا عوارض و تبعات اونها بشه که دیدیم در جوامع بسیاری، دیدیم در جامعه خودمونم داریم میبینیم. برای اینکه حالا
جانشین آقای خامنه ای آقا مجتبی باشه یا یکی دیگه باشه، مثلا آقای مکارم باشه یا فرد دیگه ای باشه، من انقدر دغدغم این نیست که کی قرار جانشین باشه، چون با این ساختار هر کسی دیگه بیاد در نهایت همین مسیر رو باید بره. من حتی بارها گفتم که فکر میکنم اگر پدر خودم هم مثلا رهبر شده بود در همون زمان به جای آقای خامنه ای، معلوم نبود که الان شرایط غیر از این می بود، چون اون ساختار رو و بعد اون رفتارهای جنبی و اینکه ما معمولا تا الان البته اینجوری بوده اون فرد رو به خدایی میرسونیم و نایب امام زمان و قدسیت در مقدس بودن براش ایجاد میکنیم و با اگر کسی حرف زد خب این توهین به نمیدونم دینه و همین شرایطی که داریم میبینیم، خب این خودش این قدرت رو بیشتر و بیشتر و بیشتر هم کرده. از اون ور خب تو قانون اساسیمون درسته که ما انتخابات های متعدد داریم، ولی یه جوری از طریق شورای نگهبان که منصوب رهبریه و تایید صلاحیت باید بکنه، حالا چه کاندیداها رو چه اون نظارت کنه بر روند انتخابات، همه چیز مستقیم و غیر مستقیم به رهبر باز دوباره برمیگرده. و یعنی همون انتخابات هم میبینیم که الان تبدیل به یه کاریکاتور شده بیشتر تا یه انتخابات واقعی، چون این قانون اساسی چنین به نظر من انسدادی رو درش میبینیم که این ساختاره یه جوری مثل یه دور باطلیه که از هر طرف بری باز میرسه به رهبری. بنابراین این که حالا کی رهبر بشه و جانشین که قراره کی باشه، من اینو خیلی بحران نمیبینم. میگم بحران اصلی اونجاست و حالا دغدغه من نیست. اتفاقا شاید این فکرم کردم گاهی که شاید مثلا اگر آقا مجتبی چون حالا نسبت به آقایون و علمای دیگه جوانتره، مثلا مثل عربستان که بن سلمان یه سری تغییراتی رو ایجاد کرد، حالا شاید یه تغییراتی هم تغییرات مثبتی هم اتفاق بیفته. اون بحران اصلی اون ساختار قانون اساسیه. اینکه حالا چی جانشین بشه، من نظر خودم خیلی از به این معنی نیست بر فرض آقای میرحسین اشتباه میکنه، نه به حال خیلی اون دغدغه رو دارن و حرف درستی هم میزنن، ولی دغدغه من واقعا اون ساختار قانون اساسیه که میتونه و کمجوری که بوده باز هم این مشکلات ادامه پیدا بکنه. میخواستم بپرسم حدستون هم آقای مجتبی خامنه ای هست خانم هاشمی؟ قرائن و شواهدی که میبینیم، البته حالا من پیشبینی نمیتونم بکنم، ولی این موضوع رو تقویت میکنه. مثلا همین اخیراً خبر اومد که آقای مجتبی درس خارج از سال قبل شروع کرده بوده، ولی به حال این وقتی خبری میشه و بعد میشه آیت الله مصطبی، خب اینا همه به نظر میاد که یه زمین سازی داره میشه برای این قضیه. ضمن این که به حال اخباری هم وجود داره که بخش هایی از سپاه یا این مجموعه های زیر مجموعه های دفتر رهبری یا خود آقای خامنه ای هم بخششون تمایلشون به آقا مجتبی است که به هر حال دارن تلاش میکنن که ایشون بشه. اخبار و شواهد و قرائن هست این قضیه که به هر حال احتمال جانشینی آقا مجتبی بیشتر از بقیه است، ولی خب حالا میتونم یهو نشه، من چون روی این قضیه واقعا آدم نمیتونه مطلق و پیش بینی بکنه و فکر کنه درست هم داره پیش بینی میکنه، ولی به هر حال شواهد خیلی این چیزو نشون میده، یعنی این قضیه قابل پیش بینی هست که میتونه ایشون باشه. خب دوستان، سوال بعدی در مورد تاپیک هم هست، یعنی بحث انسداد سیاسی و همینطور بحثی که این روزها امثال مصطفی تاج‌زاده هر جایی میشینن، حالا دوستان مصطفی تاج‌زاده و کسانی که به هر حال بهش نزدیکن از لحاظ اعتقادی، و اون هم بحث اصلاحات ساختاری است و به هر حال با تحلیل هایی که انجام میدن و لطایف الحیلی میخوان مردم رو و شنوندگان و کسانی که دنبال میکنن این اتفاقات رو به این نتیجه برسونن که براندازی و انقلاب راه حل نهایی جمهوری اسلامی نیست و میتوان جمهوری اسلامی رو به نوعی اصلاح کرد، البته با متدی جدید به نام اصلاحات ساختاری. خانم نوشابه امیری هم صحبت کردند و نتیجه بحثشون، صحبت طولانی هم کردن، نتیجه بحثشون هم که میخواستن بگیرن این بود که با توجه به قانون اساسی فعلی که اگر حتی دم از آزادی های اساسی هم میزنه، سریعا پشت اون جمله یک مگر میاره، یک ادلا میاره، مردم آزادن مگر اینکه به مبانی مثلا اسلام خدشه ای وارد نشود، فلانی میتواند این کار رو بکند مگر اینکه فلان نشود، و همین مگر هاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به این ساختار متسلب فعلی. از خانم هاشمی در همین مورد و در مورد اصلاحات ساختاری و اینکه آیا اساساً در چنین ساختار متسلبی میشود امید داشت به چنین تحلیلی که امثال تاج‌زاده ها دنبالش هستن یا خیر، بریم پاسخ خانم هاشمی رو بشنویم.
بله ببینید، اصلا به نظر من انسداد یعنی همین. من چند وقت پیش اینو مثلا فکر کنم همون زمانی بود که هولوش دوره آقای ترامپ بود که گفتم ما دچار فروپاشی شدیم، دچار فروپاشی محتوایی شدیم، ولی فروپاشی شکلی اتفاق نمیفته، فروپاشی فیزیکی اتفاق نمیفته و براش هم دلیل دارم. و وقتی شما دچار فروپاشی شدین، یعنی تو هر حوزه ای برین بحرانه، اراده ای برای حلش وجود نداره، توانی برای حلش وجود نداره، اعتقادی برای حلش وجود نداره، سیاست های غلط، مسیر غلط، از اون طرف فروپاشی هم اتفاق نمیفته. یعنی ما تو هر موضوعی به بنبست میرسیم و روز به روز بدتر میشه، ولی فروپاشی اتفاق نمیفته. حالا اگر بخوام وارد بحث فروپاشی بشم، اون خودش بحث مفصله. آقای بشیری، اون 4 محور مربوط به قدرت بیان کردن و 4 محور مربوط به جنبش ها، که اگر این 4 محور در مجموع این 8 محور محقق بشه، فروپاشی یا انقلاب یا تغییر میتونه روی بده. ولی من اون 4 محور مربوط به قدرت اول میگم. بحران مشروعیت که اینا دارن، بحران کارآمدی که دارن، بحران وحدت در داخل گروه حاکم به نظر من ندارن، به خصوص الان که تو این دوره جدید که آقای رئیسی هم اومده و دیگه همه یه دست شدن. درسته که حالا خودشون گاهی همدیگر رو نقد میکنن، ولی بحران وجود نداره. این نقد کردن هم طبیعیه که وقتی همه یه دست میشن تازه اختلافات بروز میکنه. حالا اگر دوباره گروه دیگه پیدا بشه، دوباره اینا با همدیگه متحد میشن. بحران در دستگاه‌های سلطه و سرکوب، که تو این قضیه هم کم نمیارن. ماشاءالله انواع و اقسام روش‌ها برای سرکوب و سلطه و اینا، یعنی بحرانی در این زمینه برای حکومت ایجاد نشده. یعنی از نگاه من از این 4 محور مربوط به قدرت 2 تاش محقق شده، یعنی بحران مشروعیت و بحران کارآمدی، ولی 2 تاش که اختلاف در گروه حاکم و بحران در دستگاه‌های سلطه است و سرکوب، اونا سر جاشه، مشکلی نداره. 4 محور مربوط به مردم یا جنبش ها چی میشه؟ حجم نارضایتی عمومی، بله این انجام شده، خیلی بالاست. یعنی تو هر صنفی، تو هر قشری، تو هر بخشی، تو هر چه میدونم از زمینه اعتقادی وارد، حتی بین خود حزب الله یا بین اصولگراها هم همین مشکلات رو بیان میکنن. سازماندهی خب وجود نداره. یعنی جنبش هایی که اتفاق میفته اولا فراگیر نیستن، دوما چون جدا جدا داره کار انجام میشه، اون سازماندهی مثل انقلاب ما که یه رهبری پیدا کرد و ظرف یه سال چنان فراگیر شد در سراسر کشور که به انقلاب منجر شد، وجود نداره الان. رهبری خب نداریم الان. ایدئولوژی انقلابی، چون الان کسی دنبال انقلاب نیست که بخوایم، یا دنبال ایدئولوژی نیستن، دنبال به هر حال یه زندگی نرمال و حل مشکلات هم بیشتر و اون نیازهای اولیه زندگی، حقوق بشر، حالا و سایر چیزایی که وجود داره، اونم وجود نداره. بنابراین من فروپاشی فیزیکی نمیبینم. این که حالا اصلاح وجود نداره، من خودم اینو تو صحبتام، امکان اصلاح وجود نداره، من خودم تو صحبتام گفتم آدم به حکومت این توصیه رو میکنه ولی نمیبینه چیزی که نشون دهنده این باشه که حالا اصلاحات قرار اتفاق بیفته. حالا پرسیدن خب چه باید این، من این قسمت رو فکر کردم در حالا هم تکمیل هم در جواب صحبتای خانم امیری و آقای سفیری بیان کردم. پرسیدم خب حالا که ما امیدی نداریم حکومت تغییری ایجاد بکنه یا به سمت اصلاح بره و یا گوش کنه اصلا حرف رو، پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ اینجا دیگه بیشتر برمیگرده به مردم، به ما، که ما چه کار باید بکنیم، یعنی از نگاه مردمی و نه نگاه حکومتی. ببینید وقتی ما، حالا من اینجوری میخوام بیان کنم، وقتی اراده‌ای در حاکمیت برای اصلاحات و تغییر سیاست‌ها وجود نداره یا نمی‌بینیم، پس چه کار میتونیم بکنیم؟ حالا نقد ها، اطلاع رسانی ها، نافرمانی های مدنی، تظاهرات، اعتصابات، اعتراضات صنفی و غیر صنفی، فعال بودن در فضای مجازی، یعنی هر حالا اینا اتفاقاتی که داره میفته، ولی خب هر چی فراگیرتر بشه طبیعتاً موثرتر خواهد بود. هر شهروند یک خبرنگار، به هر حال اینا همه منتقل بشه. این فضای مجازی فضای خیلی خوبی شده برای به سرانجام رسیدن این مطالبات. حالا ما تو الان تو شرایط خودمون میبینیم بعضیاش به سرانجام میرسه، بعضیاش هم نمیرسه. بعضیاش زمان بره، بعضیاش هزینه بره، بعضی راحت‌تر نتیجه میده. ولی به هر حال به نظر من راه ایناست. این مال داخل کشور. ایرانیای خارج از کشور چی؟ خب به هر حال اونام دارن کار خودشونو میکنن و به درستی هم دارن میکنن. جلب توجه افکار عمومی، جلب توجه مجامع جهانی، جلب توجه سیاستمداران و سیاستگزارانی که به هر حال اونجا میتونن تاثیرگذار باشن تو سایر کشورها. رسوندن صدای داخل به مجامع جهانی، کاری که در مورد فیفا اتفاق افتاد.
که الان خب دخترهای ما دارن میرن تو استادیوم، استقلال و پرسپولیس، این دوتا اتفاق افتاد. کوچیک بود ولی به نظر من شروع خوبی بود و من فکر می‌کنم حالا همونجور که آدم ایراداتو میگه که خیلی زیاد و وحشتناکه، اگرم یه اتفاق مثبتی میفته مهم نیست با چه انگیزه ای، مهم نیست با چه دلیلی، مهم اینه که اون اتفاق افتاده. میفته خب بعد اونم تایید بکنه. به نظر من ورود دخترها به خصوص تو مسابقات داخلی لیگ خب خیلی اتفاق مهمی بود با اون همه مقاومتی که اینا میکردن که این کار نشه. حالا خانم خزعلی میگن آقای وزیر خودشون خواستن، ربطی به فیفا نداشت. خب اصلا آقای وزیر خودش خواست، حکومت خودش خواست، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که این انجام شد. باشه، اون چیزی که شما میگین درسته. یا مثلا خانم خزعلی میگه که من خودم ارزیابی کردم، اصلا مشکلی نبود، دخترها رفتن، حتی فضا از بازار و سینماها و اینا خیلی سالمتر و بهتر بود. خب خانم خزعلی همین رو الگو بگیرین برای همه کشور، برای همه مسابقات، برای همه شهرامون و این اصلا حل بشه، نه اینکه حالا فقط تو تهران شهرستان رو پس بشه. این همه تیم تو سراسر کشور ما دارن بازی میکنن. خب الان مثلا دخترای ما چیکار باید بکنن که تو شهرستان هم بتونن برن تو مسابقات؟ خب من توصیه‌ام اینه که تو هر شهرستانی که مسابقه هست، به خصوص مسابقات لیگ که الان داره اتفاق میفته، خب برن مثل استقلال و پرسپولیس بیان پشت در استادیوم ها جمع شن. خب سیاست الان اینه که اینا برن تو استادیوم ها و سیاست پس ما هم از این فضا استفاده بکنیم، بریم پشت خودمون مطالبه کنیم. شهرستانی ها مطالبات خودشون داشته باشن، بیان تو خیابونا، بیان تو جلوی استادیوم ها اگر راشون نمیدن و اونجا تجمع داشته باشن، حتما میتونن برن تو، چون الان سیاست بر این تعلق گرفته. پس ما بعد مطالباتمون رو، و متاسفانه نه تو ایران، به همه جای دنیا همینه، گرفتن حقوق هزینه بره. یعنی کسی حق رو به تو نمیده، حق رو باید طلب بکنی، برای حق باید بجنگی، برای حق باید، حق گرفتنیه، حق دادنی نیست. ما تو زندگیمون، تو تجاربمون اینو یاد گرفتیم، هر جا ساکت باشیم هیچ گیرمون نمیاد. پس باید خودمون هم تلاش کنیم. نیافته است نه تنها توسعه نیافته است، من که فکر کنم برتری زیر جهان سومی. پس کار ما سنگین تر، هزینه داره، طبیعی مشکلات داره، ولی اگر میبینیم یه ذره فضا داره بازتر میشه، نیاییم فکر نکنیم دیگه خودش داره انجام میشه. باید همیشه روی حقوقمون تاکید داشته باشیم. حالا پس اینکه همبستگی که در داخل و خارج با هم دیگه اتفاق میفته، خب این خیلی چیز خوبی بوده تا حالا و این ادامه پیدا بکنی. الان به نظر من تو خارج آدم میبینه چیزی که ایرانی های خارج از کشور دارن دنبال میکنن، این همون مطالبات داخل کشوره. اینا با همدیگه یکی بشه و هی هم نمیم همدیگه رو زیر سوال ببریم، بگیم اینا سلطنت طلبن، اونا نمیدونم انقلابیان، اینا اصلاح طلبن، به درد نمیخورن، اونا اینن، اونا اونن. خب این کارا رو، این حرفا رو نزنیم، سعی کنیم همه با همدیگه باشیم، همدیگه رو زیر سوال نبریم. هر کسی مطالباتی داره بتونه تو همین چارچوب و بتونه تو همین فضا دنبال بکنه خودشو. اینا زمان انقلابم همین کارو انجام میشد، یعنی تو خارج از کشورم بالاخره میرفتم با مقامات بالا تو آمریکا، تو انگلیس، اینور، یا حتی زمان انقلاب تو خود ایران این مقامات انقلابی ما با مثلا سفیر آمریکا، نمیدونم با سفیر انگلیس دیدار میکردن، دنبال میکردن اینکه حالا این انگا رو میزنن، جاسوسن، اینجوریه، وطن فروشن، رفتن به مثلا با نهاد بین المللی، با یا وزیر خارجه یه کشور دیگه دارن مطالباتشون رو از اونا میخوان. خب این تقصیر حکومتی که مردم رو به اینجا میرسونه که اینا مجبور بشن برای این کارا رو بکنن. نمیشه ایراد گرفت که چرا فلانی رفت با فلانی ملاقات کرد پس وطن فروشه، یا اون کارهایی که دارن اونجا میکنن وطن فروشن، خیانت دارن میکنن. نه، من اینا رو قبول ندارم. به نظر من هر کسی هر کاری میتونه، چه در داخل چه در خارج از کشور، چون ما نمیبینیم مسیری که خودش به خودی خود و یا با یه مماشات یا با یه حالا مطالبه گری منطقی به نتیجه برسه. اینا هم چیزاییه که چه باید کرده به نظر من، که بالاخره ما مردم هم باید تو این قضایا فعال باشیم، دنبال بکنیم مسائل رو. من اینجا تموم کردم. خب دوستان، سوال بعدی در مورد صحبت‌های مهندس مهرعلی‌زاده، همون آقایی که به ابراهیم رئیسی در این انتخابات قضایی ریاست جمهوری گفتش که شما 6 کلاس بیشتر سواد ندارید. البته من بهتون احترام میذارم ولی شما 6 کلاس بیشتر سواد ندارید، یاد اون جملهش افتادم الان خندم گرفت. به هر حال در مورد صحبت ایشون که در مورد خانم فائزه هاشمی کردن، در اون زمانی که در مورد ورزش زنان به هر حال فعالیت میکرد، مسئولم بود، فکر میکنم مسئول ورزش زنان کشورهای اسلامی همچین چیزی بودن خانم هاشمی، و ایشون مصاحبه ای فکر با ایسنا جدیدن کردن، یعنی چند ماه پیش انجام دادن، و گفتن که فائزه هاشمی از حقوق زنان و ورزش زنان به خصوص به دنبال باز کردن یک دکانی بود که من اون دکان رو بستم، چون خانم هاشمی اومده بود گفته بود که
در گذشته که آقای مهرعلیزاده وقتی که مسئولیت گرفتن باعث شدن که ورزش زنان از بین بره به نوعی و چندان توجهی بهش نشه. بریم با هم اول مصاحبه‌ای که آقای مهندس مهرعلیزاده داشتن در همین مورد بریم اونو بشنویم، ببینیم چه چیزایی گفتن و بعد پاسخ خانم هاشمی رو هم در ارتباط با صحبت های ایشون بشنویم. اما در مورد بانوان عرض شد که حالا خیلی جالبه این مطلب، چون یکی دوباره متاسفانه یه نفر یه مصاحبه کرده که حالا اینجا شاید جواب خانم هاشمی خب هر از چندی افاظه هایی میفرماین که خب ویژه خودشونه و عرض شد که چون یه دفعه به خود منم گفتش که مثلا شما ورزش بانوان رو تهدید کردین، که من گفتم نه من ورزش بانوان رو تهدید نکردم، من یه دکون رو تهدید کردم. یه نفر تحت عنوان ورزش بانوان دکون باز کرده بود به نام خانم فائزه هاشمی، من رو تهدید کردم، منتها اون دکون رو سرکار خانم فائزه هاشمی بنا کرده بود و چون اون دکون بسته شد عملا کار خانم آمد در داخل و اختیار فدراسیون ها. بعد صاحب اون دکون بعدا هی اومد گفتش که تو تعطیل کردی، تو خراب کردی، تو نه اتفاقا یه دقت کرده باشین، حالا شما که دیگه خودتون تو این کار هستین، یه توانایی ایشون داره که من هرگز ندارم. ایشون مثلا اگه مثلا بخواد الان ثابت کنه که مثلا ساعت مثلا من چند در ساعت مثلا یک در ساعت مثلا بخواد ساعت مثلا بگه 4 صبح هوام تاریکه میتونه قشنگ اینو مثلا جا بندازه با شلوغ بازی کنه، من اصلا ندارم، من اصلا در کسی اگه الان ساعت 1 واقعا فلان در این مثلا ممکن مشکل داشته باشه. البته این موضوع خیلی شخصی میشه ولی چشم حتما این کارو میکنم. ببین آقای مهرعلیزاده خودشون از 1380 تا 1384 رئیس سازمان تربیت بدنی بودن، یعنی در دوره دوم آقای خاتمی. فدراسیون این دکانی که ایشون گفتن منظورشون فدراسیون اسلامی ورزش زنان بود که به هر حال زمانی که من به کمیته المپیک رفتم و نایب رئیس شدم این فدراسیون رو راه انداختیم و حالا کاری به خدماتش و کاری که انجام داد ندارم چون بحث ما نیست، ولی این فدراسیون در دوره ایشون یعنی سال تا 84 تعطیل نشد. آقای احمدی نژاد که اومد سال 89 به قول ایشون این دکان رو تعطیل کرد، این فدراسیون رو تعطیل کرد، اصلا ربطی به ایشون نداشت این قضیه. یا ایشون چیزایی که در مورد ورزش زنان گفته بودن و خدماتی که ورزش بانوان کردن در دوره خودشون اصلا به ورزش کردن همه غیر واقعی بود. حالا اینا همه دونه دونه جواب داره ولی چون بحث ما نیست اگر اجازه بدیم و موافق باشیم من بیشتر از این اصلا وارد این نشم، ولی حرفای ایشون هیچ کدوم صحت نداشت و حالا من نمیدونم ایشون به خاطر سن و سال دچار فراموشی شدن یا مسائل دیگه‌ای بوده که مجبور شدن بیان این حرفا رو بزنن، چون اعتبار خودشونو به خصوص در جامعه ورزش زنان خیلی زیر سوال بردن. وضعیتی که الان کشور داره ما تو پادکست هم اشاره کردیم، الان ما در نظر اقتصادی بسیار وضعیت بغرنجی داریم، بیشتر صندوق‌ها یا ورشکستن یا در حال ورشکستگی هستن، از اون ور تظاهرات گروه‌های مختلف رو می‌بینیم، هم معلمین گرفته، کارگرها و خیلی از سن‌های دیگه، و در این میونم برجامی داریم که حالا اسمش هر چیزی بخوام بذارن بازگشت به برجام، معاهده فلان سال، و مردم منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته و دولت هم انگار که ما یه وضعیت بسیار عادی داریم با خونسردی کامل حداقل نسبت به افکار عمومی داره برخورد میکنه، تقریبا یک بیخبری خیلی عجیبی به سر میبریم. اگر با همین روند ما بخوایم بریم جلو، الان برخوردها هم که شدیدتر شده از خبرنگارها گرفته تا میتونیم صنوف دیگر هم نام ببریم مثل نویسندگان، مثل فیلمسازان که اشخاص خیلی متعدد بود که شاخصتریشون که به آقای تاجزاده هم این بازداشت ها رسید، یعنی علاوه بر این که این نکاتی که شما میگید گوش نمی کنن، این حلقه محاصره هم دارن تنگ تر می کنن. به نظرتون یک این حلقه چقدر دیگه جای تنگتر شدن داره، یعنی تا کجا میخوان این رو بکشن؟ یعنی بالاخره وقتی صدای مردمی که دارن، حتی میشه گفت آقای تاجزاده در چارچوب دارن یک اعتراضی رو بیان میکنن و این صدای در چارچوب هم شنیده نمیشه، ما بخوایم از این انسداد خارج بشیم حداقل اون وقت که کاری نمیتونیم کنیم، از این وقت چه کار میشه کرد؟ یعنی این کنشگرهای سیاسی، روشنفکران، شما ایدتون چیه؟ چگونه میتوانن باعث بشن که این انسداد یه مقدار حالا شکسته بشه یا یه راه حلی داشته باشیم که بتونیم از این وضعیت عبور کنیم؟
ببین به نظر من صداها باید بلند باشه. اتفاقا من همین اخیرا یه فیلمی از خودم ضبط کردم و پخش کردم در رابطه با همین نکاتی که شما گفتین بود. حالا شما به چند تاش اشاره کردین، منم کاملترش رو بگم. ببینید اصلا من عقیدم اینه تو این زمینه، اول یه مقدمه برای این موضوع بیام. به هر حال الان بحران ها تو کشور خیلی زیاد شده، یعنی از یه طرف مسائل اقتصادی و معیشت مردم که سبب شده این اعتراضات، تحسنات، تظاهرات ها، اینکه اصناف مختلف به حق و به درستی میان تو خیابون و بیان میکنن، حالا به خاطر آب، به خاطر حقوق، به خاطر نمیدونم برق، به خاطر همه چی، کشاورزی، شما الان هر چیزی دیگه خودش تبدیل به یک بحران شده. از اون طرف سیاست های خارجیمون در منطقه به صورت نسبی شکست خورده و همینجور هم داره این شکست ها بیشتر میشه. الان عراق رو ببینیم چه وضعیتی پیدا کرده در مخالفت با ایران، یا حزب الله لبنان آرایش کم میشه. چرا؟ خب به حال این نفوذ ایران و اینا یکی از عوامل اصلی، چون اونجا هم یه در واقع کمپینی را افتاد در مخالفت با ایران. از این ور سوریه که حالا اینها این همه سال رفتن، حالا به چه دلیلی، از هدف حفظ بشار اسد بود که بتونن این ارتباطات فلسطین و نمیدونم حزب الله لبنان و اینا رو چیز کنن، ولی خب به چه قیمتی؟ مثلا کشته شدن صدها هزار نفر مسلمان سوری، آوارگی چندین میلیون نفر، تخریب اون کشور به اون شرط، این هم خرج بکنن، این هم خودمون کشته بدیم، حالا به عنوان مدافع حرم. کار من نمیفهمم، مثلا حضرت، امیدوارم این دفعه اشتباه نگم، حضرت زینب واقعا علاقه منده یا موافقه یا شاد میشه از این که این همه آدم برن کشته بشن که مثلا از حرم دفاع بکنن؟ یعنی همون چیزی که آقای میرحسین هم بهش اشاره کرد، تغییر مفاهیم، استفاده از کلمات برای کارهای، کلمات خوب برای کارهای بد، و این کارهایی که اتفاق افتاد که حالا چون آقای میرحسین هم خیلی خوب به این قضیه اشاره کردن، من خیلی واردش نمیشم، اون قضیه آقای سردار همدانی و دیگران. به حال بحران هایی هم که هست، بحران آب، بحران برق، نمیدونم سیل، اون ساختمان متروپول میریزه و همین جور ما آتش سوزی ها، همین جور از همه جا، اینا به خاطر سوء مدیریت هاست که این اتفاقات میفته بیشتر. چون به حال مثلا میگیم برق، خب برق نیاز داره هر ساله، ببینم 15 لا اینا رو کارشناساش باید بگم 15% 20% سرمایه گذاری جدید داشته باشه تا همون ظرفیت فعلی باقی بمونه، تا چیزی هم اضافه نشه. خب نشده، ما سرمایه گذاری سالهاست تو هیچ جا اتفاق نیفتاده، چه داخلی چه خارجی. خب این همه مشکلات ایجاد شد و این اقتدار حکومت ما رو، اصلا اقتدار که از لحاظ واقعی که وجود نداره، ولی همون اقتداری که حالا خودشون فکر میکنن دارن، چون من معتقدم الان حکومت ما واقعا بحران مشروعیت داره. یعنی شعارهایی که میبینیم علیه دولت دیگران در خیابون‌ها داده میشه، حتی ما مجلس رو گوش بدیم یه بار، این حرفایی که نماینده ها نسبت دولت و دیگران میکنن، اینا خودش نشون دهنده اینه که اقتداری وجود نداره. و به نظر من بخشهایی از حکومت یا کل حکومت به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان اقتدارشون رو، یعنی خودش نشانه ترس البته، اقتدارشون رو حفظ کنن و اقتدارشون رو نشون بدن، پس باید برن سرکوب ها رو توی هیته هایی ادامه بدن که کمتر، مردم خوب میان اعتراض میکنن، ولی خواص جامعه که حالا من منظورم اصلاح طلبانه، نیان وارد میدون نشن. چون الان نسبت به اقتصاد، نسبت به برجام همه دارن صحبت میکنن، یعنی چیزی که خیلی کسی نگران نیست، نمیترسه، دچار محافظه‌کاری نشده مسائل اقتصادی یا اینکه ما بعد به برجام به هر حال تلاش کنیم برجام دوباره احیا بشه، همه دارن حرف میزنن در مورد این. ولی مثلا در مورد حجاب زنان یا حجاب اجباری کمتر اصلاح طلبی اومده صحبت کرده، یا مثلا در مورد برخورد با بهائیان که اصلا هیچ کس از این اصلاح طلبا نمیان صحبت بکنن. در مورد چون حتی من شنیدم احکام حالا یه ساله و چند ساله برای خوانندگی زنان صادر شده که به زندان برن کسانی که مثلا خوندن آوازشون توی اینترنت و اینجاها گذاشتن، یا مثلا برای مقابله با حیوانات خانگی کی میاد اصرار نظر کنه از اصلاح طلبان؟ یا اعتقاد ندارن، یا اینقدر براشون مهم نیست، یا همراه از لحاظ فکری همراه با حکومت هستن. در مورد این موضوعات فشار بر سینماگران، این دستگیری ها، ترور سلمان رشدی، ترور جان بولتون و این گروگانگیری ها، دستگیری های دو تابعیتی ها و اتفاقاتی که داره میفته، اینا رو کمتر ما دیدیم. خواص بیان، یا مردم خوب عکس العمل نشون میدن، ولی خواص کمتر اومدن حرف زدن. لذا اینا اومدن وارد موضوعاتی شدن که از اون طرف یه سکوت عمومی وجود داشته باشه بین خواص و نشون بدن ما خیلی مقتدریم، ببینین داریم برخورد میکنیم. و متاسفانه تا حدودی هم موفق بودن، البته در کوتاه مدت، ولی بعد از یه مدتی دوباره همه اینا سر باز میکنه و
برعکس عمل میشه. مثلا یه چیزی که بر من خیلی عجیبه، حالا دوست دارم بیان بکنم، شاید حالا خیلی مستقیم با بحث ما مربوط نباشه، این مقابله با سگا و گربه هایی که مثلا صاحبانشون میارن تو خیابون اینا رو میگردونن یا تو ماشین میذارن، خیلی عجیبه. من نمیدونم اینا فکر ندارن، از عقل چرا استفاده نمیکنن، منطق ندارن، اصلا پیش خودشون چی فکر میکنن؟ این روستا همه ماها فقط شاخ میبینن که به این چیزا متمسک میشن. میگن روستایی ها میتونن سگ داشته باشن. شما نهادهای امدادگر رو ببینید، مثلا پلیس، نمیدونم برای مقابله با قاچاق، هلال احمر، خیلی از این نهادهای حکومتی ما سگ دارن، دارن از سگ استفاده میکنن. بعد شما تو عشایر برین سگ هست، این چوپونا و نمیدونم گوسفندا سگ دارن، این همه سگ ولگرد تو شهرها و تو روستاها، یعنی ما خودمون هر جا میریم انقدر سگ ولگرد زیاد شده و کسی هم باشون کاری نداره، کسی هم خطرناک هم هستن، وجود دارن. فقط این که من پس سگ اگر نجسه پس اینجاها چرا هست؟ اگر نجس نیست حالا چه اشکال داره مثلا یه خانومی، یه آقایی، یه جوونی سگش رو بره تو پارک هم بچرخونه و مواظبت بکنه؟ حالا اگر همسایه ناراحته خب میتونه بره شکایت کنه که مثلا این تو این آپارتمانش سگ نداشته باشه. اینا همه راه داره، نیازی نیست حکومت داره هر چیزی بپره وسط به بهانه اینکه امنیت نمیدونم فلان یا امنیت همسایگان از این حرفا. ما قانون داریم، اگر کسی مزاحمت ایجاد بر هر کسی بکنه، حالا سگ یا هر چیز دیگه هست، خب میتونن برن شکایت کنن، قانون هم باشون برخورد میکنه. این اومدن وسط حکومت، اونم سگ همه جا باید باشه، اشکال نداره، فقط اینکه مثلا تو پارک ها نمیتونن سگا رو ببرن، تو خیابونا نمیتونن سگا رو ببرن. خب اینا یه کاره عجیب غریبه. یا مثلا خوانندگی زنان، اصلا بدون دلیل این قضیه تابو شده از لحاظ حکومت. مثلا حتی آقای خامنه ای نظرش اینه که گوش دادن به صدای خوانندگی زنان مطلقا حرام نیست، اگر مثلا مفسده داشته باشه اشکال داره. خب اگر راه رفتن آدم هم مفسده داشته باشه این اشکال داره، صدای مردم اگر پخش بشه مفسده داشته باشه اشکال داره. اصلا یه حکم عمومی در مورد همه چیزه. ما چرا باید رو گیر بدیم رو خوانندگی زنان که این حرامه؟ آقای خمینی، آقای بهجت، آقای تبریزی، آقای خامنه ای، آقای سیستانی، آقای نوری همدانی، همگی گفتن اگر موجب فساد نباشد دلامان است. بعدم یکی گفت خب صدای زن ها ظریفه، نمیدونم جیغ میزنن، این تحریک کننده است. اتفاقا خواننده های زن عمدتا صداهای بم دارن، اصلا صدای ظریف و جیغ جیغو که قشنگ نیست صداش، کسی گوش نمیده صداشو، معمولا صدای بم و قوی دارن که جیغ جیغو هم نیست. اصلا یه کارهای عجیب غریب اینا میکنن و من تعجب میکنم از حالا اصلاح طلبان ما که چرا تو این قضايا کم بیشتر سکوت میکنن و حاضر نیستن وارد میدون بشن و این نسبت به حقوق مردم حساس باشن تو هر زمینه ای، بر خودشون اولویت بندی میکنن یا این حالا ارزش نداره ما بیایم خودمون رو درگیر بکنیم. این حرفا اصلا خیلی عجیب غریبه و با اون شاخص های اصلاحات و تفکر اصلاح طلبی اصلا این چیزا همخوانی نداره. حالا من وارد این مسائل فرهنگی شدم، چه باید کرد؟ خب من همون توضیحاتی که دادم اینجا هم شاملش میشه اگر اجازه بدین، یعنی باید همه اتفاقا همین خوانندگی زنان باید ادامه بدن، باید صداهاشون رو ضبط کنن تو اینترنت بزنن، الان فضای مجازی خیلی کمک خوبی شده، پخش بکنن اونایی که دوست دارن بالاخره صدا دارن و نباید کوتاه اومد در مقابل اینا. هرچی مطالبات عمومیتر و فراگیرتر و یعنی شمول بیشتری پیدا بکنه طبیعتا نمیشه باش خیلی مقابله کرد و این هم هزینه ها سرشکم میشه و مثلا من 5 نفر رو میتونم دستگیر کنم، 10 نفر رو میتونم، 50 نفر رو میتونم، مثلا 1000 نفر رو میتونم سر یه موضوعی دستگیر کنم ببرم زندان، نمیتونم دیگه. بنابراین هیبت عمومی تر بشه هر مطالبات عمومی و این هم هزینه ها سرشکم میشه و هم امکان موفقیتش بیشتره دیگه، هرچی اونطور امکان برخورد باش کمتر میشه و نمیشه با این جمعیت عظیمی اگر بیاد یه موضوعی رو مطالبه کنه، مطرح کنه، بیان کنه، دنبال کنه، حتما شرایط بهتری میشه و رسیدن به این حقوق اولیه و بدیهی که اینقدر زنان و مردان ما باید براش هزینه بدن خب راحت‌تر به دست میاد. من تموم کردم. گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک دوست بسیار خوبم، صدای فوق‌العاده‌ای هم داره که اوایل کنسرت صداش بود الان دیگه نیست، امیدوارم این کاری بکنن که سانسابت باشه. اسمش رو میگم یه چیز بلند، جناب سرکار خانم نگین فارسا. Thank you.
دوستان محمد منظرپور خبرنگار سابق بی بی سی فارسی هم در اتاق حضور داشت و خب از اونجایی که عرض کردم خلاصه رو داریم خدمتتون تقدیم میکنیم دیگه صحبت‌های مفصل ایشون رو نمیارم، اما ایشون سوالاتی هم از خانم هاشمی داشت. مهمترین سوالش رو با یکی از مهمترین سوالاتش شروع میکنیم و اون هم اینه که اساساً حد یقف برای خانم فائزه هاشمی در ساختار جمهوری اسلامی و اعمالش چیست که بگه که دیگه نمیشه کاری کرد و دیگه نمیشه امید داشت به اصلاحات و باید به دنبال براندازی و انقلاب و تغییرات کلی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی باشیم و به هر حال به فکر یک حکومت جدید و دموکراتیک باشیم و آیا خط قرمزی اساساً خود ایشون و یا اصلاح طلبانی مانند ایشون دارن که اگر جمهوری اسلامی پا بر روی اون خط قرمز بذاره بگن که دیگه نمیشه امید داشت به اصلاحات و تغییر و تحولات اساسی بدون انقلاب، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی مخصوصا در این سالهای آخر کاری نبوده نکرده باشه، از وضعیت معیشتی مردم که دیگه گویا هست و همه بهتر میدونن چیز، به خصوص دوستانی که در داخل کشور حضور دارن و برای کوچکترین متاسفانه چه باید گفت، برای کوچکترین اعتراضی هم میبینیم که سر اسلحه رو نه به پا بلکه به سر و سینه معترضین میگیرن و تراژدی های تأسف آور و بزرگی رو مثل قضایای آبان 98 به وجود میارن و واقعا نمیدونم خط قرمز برای امثال خانم هاشمی چیست. بریم پاسخ خانم هاشمی رو بشنویم. من اول بگم که صحبت‌های آقای منظرپور و دیگران بیشتر تکرار حرفای خود منه، یعنی تکرار که نه، به حال همین حرفای خود منه که بعد حالا زدم همه رو، یعنی من غیرتی نمیگم، منم همین حرفا رو میزنم. ولی حالا سوال من در واقع اینه، خب ما که داریم اینجوری میگیم اصلا شماها بگین از نظام باید عبور کرد، خب بکنین کارش، باید بکنین بکنین. حالا من سوالم اینه، شما خارج از کشور یا داخل کشور ما اهمیت نداریم، شما اهمیت داریم، من دارم همه اهمیت دارم. نه من که دارم اون کار خودمو میکنم، من انتقادامو میکنم، دادگاهامو میرم، از همه چی محروم شدم، دارم یعنی زندگی من ندارم تو ایران، ولی به هر حال کوتاهم نمیام، یعنی چون فکر کنم باید حرف زد، وظیفه‌مه که باید حرف بزنم و نمیتونم خودمو راضی کنم که غیر از این بکنم. ولی من میگم مثلا باید از نظام عبور کرد، خب راه حل بدین چیکار میخواین بکنین. من گفتم چیکار، یعنی اون چیزایی که تو ذهن خودم بود که چیکار باید کرد گفتم، حالا شماها بگین چیکار باید کرد. اصلا فرض کنم از نظام باید عبور کرد، خب چیکار باید کرد؟ چجوری بعد از نظام عبور کرد؟ انقلاب که من باش موافق نیستم، مردمم خوشبختانه باش موافق نیستن. معمولا هر انقلابی بدتر شده. یعنی ما تو دنیا نداریم انقلابی، حالا انقلاب فرانسه نمونه با شرط و شروط ها، ولی تو دنیا نداریم انقلابی که بعدش بهتر شده باشه. خوش حالا نگم هم خوشبختانه. چیزی هم که تو جامعه آدم میبینه، من نمیبینم کسی یعنی اکثریتی دنبال انقلاب باشن. بیشتر اکثرا دلشون میخواد بتونن یه زندگی عادی و خوب داشته باشن و از همه حقوقشون برخوردار باشن و کشورم به سمت پیشرفت و توسعه بره. ندیدم کسی دنبال انقلاب باشه. و حالا شماها بگین که چیکار باید کرد تا از نظام عبور کرد. من بحث حالا به خود شما برمیگردونم، چون شما که میگین که از من میپرسین، خود شما چیکار کردین، چه اتفاقی افتاده و چه اقدامی کردین که نشان دهنده تلاش برای عبور از نظام باشه؟ من مخالف نیستم، من میگم که هر چیزی که به سمت حل مشکلات بره، چون خودم گفتم انسداد یعنی همین که ما دوچار فروپاشی نمیشیم، از اون طرف راه در روی هم وجود نداره، یعنی چون حاکمان ما نمیخوان اصلا اصلاح بکنن، نمیخوان شرایط رو تغییر بدن، روز به روز هم دارن بر قدرت خودشون میافزایند و از حقوق مردم میکاهن و جامعه هم دارن به سمت نیستی و نابودی و توسعه کشورم که اصلا به سمت قهقرا. دیگه چیزی نمونده که آدم دلش خوش باشه که ما داریم مسیر توسعه رو میریم، دقیقا در مسیر برعکس داریم میریم. بنابراین شماها که میگین باید عبور کرد، خب اب نداره، شما به ما بگین چیکار بکنیم. حالا شماها بگین چه باید کرد. من تموم کردم. چی یه خط قرمزی داره، یه مرزی داره. من اون چیزی که درک نمیکنم اینه که مرز دوستانی که خیلی هم من اعتقاد دارم انسان‌های شریفی هستن، انسان‌های ملی هستن، خواستار اصلاح امورم هستن، مرز این عزیزان برای این که بگن خب بابا جان مثلا اگه نظام این کار رو دیگه بکنه، دیگه ما میگیم آقا این نظام دیگه
آخرشه دیگه، اینو باید ازش عبور کرد، اینو باید اصلا انقلاب کرد بر ضدش، اصلا قیام باید کرد. اگر ما مرز نداشته باشیم، خب نظام هم مرز نداره. اگر خانم فائزه هاشمی، آقای تاج‌زاده، آقای موسوی، دیگران، عزیزان دیگر مرز نداشته باشن، خب اون هی مرزشو میکشه جلوتر دیگه. اصلا این ارتباط مستقیم داره. اگر شما بگید که شما هر کاری بکنید، ما در نهایت در موضع این که خب حالا سگا رو نکشید و گربه رو نکشید و دخترها رو بفرستید استودیو ما اینا میسنیم، خب اون مرزشو میاره اصلا رو خاکریز شما هم رد میکنه. این بهانه، یعنی به نظر من استدلال خوبی نبود. من این قسمت شما رو آقای بندرپور، من این قسمت شما رو پاسخ بدم. من فکر کردم شما تو اون صحبت قبلی من گرفتین پاسخو. اصلا دیگه مرزی نمونده که ما بیایم مرز تعیین کنیم. یعنی الان همه مرزها گذشته. یعنی وقتی ما میگیم شما تو هر حوزه برین بحران وحشتناکه، دیگه چه مرزی ما بعد دنبال چه مرزی باید بگردیم؟ وقتی من میگم فروپاشی محتوای اتفاق افتاده، ولی فروپاشی فیزیکی اتفاق نمیفته، پس این انسداد یعنی همین و مملکت روی هوا همینجوری مونده، این یعنی دیگه مرزی نمونده که ما دنبال مرزی بگردیم تا اگر به اینجا برسیم پس حالا باید فلان کرد. اصلا مرزی نمونده، همه چی گذشته. چون جایی که آدم احساس بکنه یه روزنه میتونه وجود داشته باشه من نمیبینم. برای من چه مرزی رو باید تعریف بکنم؟ اصلا چیزی نمونده که من بخوام بگم ما به کجا برسیم. ما همه این چیزایی که بعدو گذروندیم، یعنی همه اتفاق افتاده. حالا در خدمت شما برای قسمت دوم هستم. من برای قسمت دوم میخواستم، اولا خیلی سپاس از این توضیحی که دادید، این توضیح مهمی بود، بسیار مهم بود، ممنونم از شما. برای قسمت دوم این نکته که شما فرمودید مردم خوشبختانه به دنبال انقلاب نیستن، من میخوام یه رفرنسی بدم به فیلم سکوت بره ها که دکتر هانیبال به اون به اون عامل اف بی آی میگه که نگاه کنید افراد از محیط پیرامون خودشون ارتزاق میکنن، حالا هر نوعی ها، قاتل زنجیره‌ای باشه تا فعال سیاسی مثل بنده. من دورور خودم رو میبینم، شما هم دورور خود، شما دورورتون خب بیشتر دورور منه دیگه، طبیعتاً هم فوق اصلا قابل قیاس نیستش. ولی ما در این حال مردمی رو هم میبینیم که ظاهراً ظرف دو سال اخیر بیش از سه بار تجمعات عمده اعتراضی ضد حکومتی داشتن، عمده اعتراضی ضد حکومتی. تواتر این اعتراضات گسترده استانی در سه نقطه کشور رو در یه مهلت زمانی 11 ماه ما نمیتونیم نادیده بگیریم، بگیم مردم انقلاب نمیخوان. چه بسا مردم انقلاب میخوان، یا یه بخشی از مردم انقلاب میخوان، به ویژه با توجه به اینکه شما هم تایید میکنید که دیگه اصلا مرزی نمونده، دیگه واقعا چیزی نمونده که نشده باشه. حکایت اون لطیفه نچندان با ادبیه، واقعا اتفاقی نبوده که نیفتاده باشه و شاید واقعا تنها راه حل انقلاب باشه. چرا ما باید نفی بکنیم؟ مردم زندگی بهتر میخوان. بله خب نمیشه، اتفاق نخواهد افتاد، طبیعیه که نمیافته با این وضعیت که مردم به سمت زندگی بهتر نمیرن. من دیگه بیشتر از این وقت اتاق نمیرن. متاسفانه که البته جز همون فروپاشی، ولی فروپاشی اخلاقیه. ما چنان دوچاره، ما که منظورم میگم یعنی مجموعه حکومتیشون، به حال من خودم جدا نمیدونم، بالاخره ما ایرانی هستیم، من سالها پدر من رئیس جمهور بود، خودم نماینده بودم، به حال تو همین مجموعه حکومت یه جوری تعریف میشیم، هنوز نمیتونیم خودمون رو جدا کنیم از این مجموعه. دچار مکر، ریا، دروغگویی شدیم و اصلا یه چیز عجیب غریبی دروغ میگیم. حالا من اون اول صحبت بخشایی از مصاحبه آقای رئیسی رو خوندم، حالا در واقع یه بخشش اشاره به همین سیاست‌های این گونه بود، سیاست‌های غیر اخلاقی بود که اصلا دروغگویی و ریاکاری یه چیز خیلی عجیب غریبی شده بین ما. مثلا حالا چند تا مثال زدن که مثلا آقای حداد عادل نمیدونم فرزند خودشون هست، یا مثلا آقای ولایتی میاد تعریف میکنه از مردم یمن برای لنگ پوشیدن و نون خوش خوردن و از این حرفا، بعد دو روز بعد فرزندان خودش و ایشون
اصلا این بد نیست، این ریاکاریه بده. جز برجسازان برتر جایزه میگیرن تو ترکیه. یکی این اتفاقات زیاد افتاده که همینجور دونه دونه دست ها رو شده و فقط ما همه چی رو بدی ها رو بر مردم میخوایم، خودمون هرچی خوبه باید داشته باشیم. و این برخلاف اسلام، برخلاف یعنی هر اصول اخلاقی که ما حساب بکنیم، این اتفاق همینجور داره گسترش پیدا میکنه. چون اینا مشکلاتشون هم خیلی زیاده، قادر به حلش هم نیستن، بیشتر هم افزایش پیدا خواهد کرد. پرسیدین خشونت ها تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ به نظر من، البته این رو من بگم چون معتقدم چیز خوبم آدم باید بگه، حالا دلیلش هم فرقی نمیکنه، از زمانی که آقای رئیسی اومد اگر حالا همه دقت کرده باشین یا به یاد بیارین، با تظاهرات ها که خیلی هم زیاد شد، من فکر کنم وقتی آقای رئیسی اومد بعد از یه چند ماه به تقریبا ما هر روز یه جایی اعتراض و اعتصاب و تظاهرات و اومدن مردم به خیابون ها حالا با انواع و اقسام دلیلا رو داشتیم. حمله نشد به این تجمعات، کشتار صورت نگرفت، تیراندازی نشد به این تجمعات، ولی عوضش دستگیری ها و کارهای زیر پوستی خیلی زیاد شد. یعنی یه جوری شناسایی کردن به قول خودشون، حالا شاید اون عاملان اصلی این جریانات رو، برخوردهای جور دیگه ای صورت گرفت که آدم ها رو پشیمون کنن از اینکه میان تو خیابون. و حالا خیلی ها اینا رو بیان میکنن، خیلی ها بیان نمیکنن چون فکر میکنن اگر بیان نشه مشکلاتشون حل میشه، آزاد میشن. اینم آقای نوریزاده یه بار گفت که تو زندان چقدر از این افراد هستن که تصور این که اگر بیان نکنن آزادشون میکنن و مشکلات حل میشه اصلا فراموش شدن اون تو، و نه تنها مشکلاتشون حل نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده. متلاشی کردن خانواده ها، فشار بر خانواده ها، از کار اخراج کردن، از درس اخراج کردن و و و. حالا دیگه نیاز نیست من دونه دونه اینا رو توضیح بدم چون همه بهتر از من میدونید. و از جمله افزایش دستگیری ها، اینا تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ این احضارها، دستگیری ها با اقشار مختلف، به نظر من هرچی مشکلات جامعه و همین مظاهر فروپاشی که ما داریم میگیم بیشتر میشه، اینا برای از ترس از فروپاشی واقعی، ترس از اعتراضات بیشتر، ترس از اینکه نتونن مردم رو مهار بکنن، به این فشارها بیشتر ادامه میدن. چون این فشارها در واقع شده یه جوری ابزار ابراز قدرت برای اینها که کم نیارن در مقابل اون اعتصابات و اعتراضات عمومی و فشارها و بحران چیز مشکلات اقتصادی و بحرانها و فسادها و همه چیزی که داره رو میشه، در واقع اینجوری میخوان ارزندام بکنن و خودی نشون بدن. من فکر کنم هر چی این مشکلات بیشتر باشه، اینا این فشارهاشون بیشتر خواهد شد که خودشون رو بیشتر توجیه بکنن و خودشون رو بیشتر بر مردم تحمیل کنن. البته این باز نشانه ترسه، ترس از سقوط، ترس از به هر حال سر کار نبودن، ترس از اینکه مجبور بشن کنار بکشن و ترسای این گونه. بنابراین این ادامه پیدا میکنه اینجا. و تا زمانی هم که مردم تحت تاثیر، یعنی مردم، خواص، اصلاح طلبا، به هر حال همه رو باید با هم ببینیم. البته خوشبختانه حالا غیر از اصلاح طلبان که عمدتاً ساکتن و حالا تک و توک توشون حرف میزنن، غیر از اصلاح طلبان مردم خوب دارن میان تو میدون و حسابی مایه گذاشتن و هزینه هم دارن میدن. تا زمانی که این در واقع مطالبات مردم جدیتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر و فراگیرتر نشه، این فشارها همچنان ادامه داره. هرچی اون بر مردم قوی‌تر وارد میدون بشن، من معتقدم اینا یه جاهایی مجبور میشن کوتا بیان. حالا من نمیخوام مثالاشو بزنم چون هر وقت مثالا رو زدم همون موضوعاتم هم خراب شده، ولی خودمون دور خودمون بچرخیم میبینیم کجاها چه اتفاقاتی افتاده که نشان دهنده کوتاه اومدن در مقابل فشار و مطالبه عمومی مردم بوده. خب دوستان، قبل از اینکه سوال بعدی رو بخوام مطرح بکنم، در صحبت‌های خانم هاشمی اشاره کردش به یک فیلم و یا یک ویدیو کوتاهی که تهیه کرده بودن این اواخر، خیلی هم سر و صدا کرده اتفاقا این ویدیوشون و صحبت‌هایی که در اون کرده بودن. بریم اول برای یادآوریشون، ممکنه بعضی‌ها این ویدیو رو ندیده باشن، بریم اول اون ویدیو رو ببینیم با هم. یک ویدیو 3-4 دقیقه‌ای هست، ببینیم و صحبت‌های خانم هاشمی رو گوش بکنیم، پس از اون برمیگردیم، من سوالی که از خانم هاشمی پرسیده شده رو براتون بیان میکنم. به نام خدا، امروز میخوام اول یک سری جمله هایی رو بخونم، بعد آمارهایی رو ارائه بدم و بعدم نتیجه گیری در خدمتتون هستم. چند تا جمله رو یعنی به صورت مضمونی نقل میکنم. هر کسی مردم رو از آینده ناامید کنه، به سود دشمن کار کرده.
هر کسی ایمان مردم رو تضعیف کنه تو زمین دشمن بازی کرده. هر کسی مردم رو نسبت به تلاش مسئولین بی‌اعتقاد و ناامید بکنه داره برای دشمن کار میکنه. حالا 5 ماه قبلش جمله چی بوده؟ مشکلات فعلی تحریم نیست، کمکاری و کارهای غلط دولت هاست. حالا بگذاریم از این تناقضی که وجود داره، میرسم به آمارهای رسمی که البته گوشه‌هایش رو انتخاب کردم. این آمارها خیلی فراتر از این حرفاست، ولی بخشی اکتفا میکنم و اینا آمارهایی هستن که در ایران و توسط نهادهای رسمی ایران منتشر شده. 5000 میلیارد تومان اختلاس در یکی از شرکت‌های بنیاد شهید که مال بانک دی بوده و 80 مورد تخلف مالی دیگه پشت سرش و چیزایی که هنوز داره به گوش میرسه. پرونده‌های متعدد اختلاسی هم که یادمون نمیره در گذشته همینجور دونه دونه مطرح شد، اختلاس‌های 1000 میلیاردی. رشد 300% اختلاس از لحاظ ارزش ریالی، رشد 357% ارتشا از لحاظ ارزش ریالی، رسوایی ماجرای آقای بابک زنجانی، رسوایی وجود لیست ابد بدهکاران بانکی، فرار سرمایه در یک سالهای همین اخیراً به بین 27 تا 30 میلیارد دلار بوده و تقریباً سالانه 18 میلیارد دلار فرار و خروج سرمایه رو داشتیم. 13 میلیون حاشیه نشین در ایرانن، یعنی یک ششم جمعیت. نرخ 33% فقر در ایران ارائه شده. رتبه 170 ایران از بین 177 کشور در شاخص آزادی اقتصادی. 80% از مردم میوه و سبزی کافی نمیخورن. البته این مال چند ماه پیشه، الان که حتما این آمار بیشتره. 40 میلیون نفر به کمک فوری و یارانه احتیاج دارن، یعنی یه جوری کمیته امدادی اداره کردن کشور که آقای جوادی آملی این رو فرمودن. ناموفق بودن واکسن های ایرانی رو به این حالا بخش اقتصادی اضافه کنیم. از اینجا وارد حوزه علمی و اجتماعی و فرهنگی میشم. رتبه دوم ایران در فرار مغزها در جهان. وقتی میگیم فرار مغزها منظور نخبه ها هستن. مهاجرت سالانه 150 تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده. مهاجرت 3000 پزشک در 10 ماه و 2000 پرستار در یک سال. مهاجرت 39 ورزشکار و پناهندگی 61 ورزشکار ملی. رتبه 119 ایران از 139 کشور در حاکمیت قانون. رتبه 178 ایران از 180 کشور در آزادی رسانه. نیمی از اعدام‌های جهان در ایران بوده امسال. افزایش 35% خودکشی، افزایش قتل‌های ناموسی آمار نداریم چون قتل‌های ناموسی معمولاً اعلام نمیشه، حالا توسط خانواده‌ها و دلایل مختلف داره. در سال 1388 یعنی 13 سال پیش حدوداً 200 هزار سرقت ثبت شده. در سال 1400 1,400,000 سرقت، یعنی 7 برابر. قبل از انقلاب 16 هزار زندانی داشتیم، در حال حاضر 240 هزار زندانی، یعنی 15 برابر. حالا از اینجا وارد حوزه اجتماعی میشیم. مخالفت 70% از مردم با حجاب اجباری. 41% افراد توبیخ شده در حجاب از نهادهای دولتی بودن. 64.9% بعد حجاب داریم در شهرها و روستاها. حداقل 50% از مدیران فعلی، حتی این آمار مال مثلا 10 ماه پیشه، مطمئن هستم که الان بیشتر از اینه، بدون داشتن شرایط و توانایی‌ها و اون شرایط احراز شغل منصوب شدن. اگر تو سیاست خارجی نگاه بکنیم، تقویت اسرائیل در جهان و در سازمان ملل و حضور رسمیش در منطقه و ارتباطی با کشورهای منطقه برقرار شده. البته حالا قطع روابط با خیلی از کشورها و یا ضعیف شدن روابطمون با کشورهای همسایه و همچنین در دامان روسیه و چین و ونزوئلا و امثالهم قرار گرفتن به این قضیه ما اضافه کنیم. عدم مشارکت 51.2% در انتخابات آخر ریاست جمهوری، 13% رأی باطله در این انتخابات. حالا یه سری موارد کلی هم اضافه میکنم به این آمارها: ریاکاری ها، دروغگویی ها، تهمت ها، قوانین و آیین نامه ها و عملکردهای برخلاف قانون اساسی، برخلاف دین، برخلاف اهداف انقلاب. حکومت با تهدید و ایجاد وحشت، تبعیض های جنسیتی، نژادی، عقیدتی، سیاست مقاومت و اقتصاد مقاومتی هزینه بر و تقریبا با نتایج برعکس، ناامنی های اجتماعی و سیاسی که مرتب اخبارش رو میشنویم، قتل ها و حوادث مشکوک، اعتراضات و تظاهرات و تحصن‌ها و اعتصابات و تمام موارد به حقی که داره تقریبا یک سال هر روزه شاهدش هستیم. تورم افسارگسیخته، پدیده برادران قاچاقچی که آقای احمدی نژاد خیلی سال پیش بهش اشاره کرد. حالا اینا رو داشته باشیم به عنوان پدیده‌های منفی، ولی خب کارهای مثبت هم داشتیم. چی؟ هسته‌ای و موشک‌سازی هم که تا دلمون بخواد کار مثبت انجام شده. حالا چه نتیجه‌ای می‌خوام از این صحبت‌ها و از این ارائه آمار بگیرم؟ ببینید، سیاست‌های بعضن غلطمون چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی، نبودن شایسته سالاری و سوء مدیریت هاست که خواسته یا ناخواسته جای دشمن نشسته. چون این نتایجش این شده دیگه، یعنی این عملکرد ما نتیجهش این شده. به عبارت دیگه میخوام بگم دشمن همینجاست، چرا بیرون داریم دنبالش میگردیم؟ این دشمن خیالی ما کجاست؟
و در نهایت اینکه این اعمال یا با بی‌بصیرتی اتفاق افتاده و یا خیانت افراد آگاهانه انجام دادن. به هر حال هر چی که باشه نمیشه با اغماز ازش گذشت. خب دوستان، میرسیم به سوالی که از خانم هاشمی پرسیده میشه. البته این سوالاتی که من مطرح میکنم تحلیل اول ارائه میدن کسانی که در داخل اتاق هستن. خب گاهن همین تحلیل ها بلند بالا و طولانی است، اما من به خاطر هم کمبود وقت و همین که وقت شما خیلی گرفته نشه، سعی میکنم در قالب سوال بعضی از این تحلیل ها رو که در آخر البته تحلیلشون سوال هم میپرسن رو فقط اون سوال رو خدمتتون مطرح بکنم و اگر تحلیل مهم باشه قسمتایی از اون رو بهتون بگم. تحلیل در مورد این بود که در مورد فضای سیاسی کشور و برخورد با شخص اول مملکت علی خامنه‌ای چه باید کرد و چه باید کرد که علی خامنه‌ای رو به این نتیجه رسوند که مشی که در پیش گرفته باعث به وجود آوردن وضع سیاه فعلی برای مردم است و از همه مهمتر باز به این نتیجه رسوند ایشون رو که این وضعیت فعلی وضعیت سیاهی است، نه وضعیتی که متاسفانه در سخنرانی‌های ایشون گاه و بیگاه ما می‌شنویم که بسیار تعریف می‌کنن، هم از جهت اقتصادی هم سیاسی هم وضعیت امنیتی کشور، و انگار واقعا مردم مشکلاتی ندارن و مردم در سوئیس دارن زندگی میکنن. و بعضی از دوستان اشاره کردن و از خانم هاشمی پرسیدن که آیا کنشگران سیاسی که مردم به خصوص قبول دارن مثل خود خانم هاشمی اگر نامه بنویسن، نامه های سرگشاده‌ای بنویسن به خود شخص اول مملکت و از ایشون بخوان که مشش رو عوض بکنه، یا کارهایی از این دست که مخاطبش علی خامنه‌ای باشه، آیا باعث میشه یا امید میشه داشته باشیم که باعث بشه وضعیت مردم کمی بهتر بشه و بدون اینکه بخواد اون هزینه های اسفناک گذشته بر روی دوش مردم و فعالین سیاسی سوار نشه؟ بریم با هم پاسخ خانم هاشمی رو بشنویم. اینکه اصلاح طلبان نامه، من مثلا حالا به عنوان پیشنهاد به آقای خامنه‌ای با هم دست جمعی بنویسن، خب این پیشنهاد خوبیه، ولی حتما در جریان هستیم و شما هم دیدین موضوع رو. بعد از فوت بابا یعنی هم دولت آقای روحانی تغییر روش داد، یعنی دوره دوم آقای روحانی نسبت به دوره اول آقای روحانی خیلی متفاوت بود، هم اصلاح طلبان تو کما رفتن، حالا نمیدونم ترسیدن یا احساس کردن پشتیبانشون رو از دست دادن یا بی حاصل دیدن نتیجه فعالیت‌های خودشون رو. حالا دلایلش مهم نیست، ولی مهم اینه که دیگه شما بعد از اون دیگه صدای آنچنانی نمی‌شنویم از اصلاح طلبا، و اینکه حالا انتظار داشته باشیم اینا با هم دیگه بیان. الان این همه اتفاقات داره تو کشور میفته، کدوم اینا اومدن سر صدا کردن؟ البته من حالا اشاره کنم به نامه آقای حسین انصاری فرد که واقعا نامه با ارزشی بود که به آقای خامنه ای نوشتن راجع به سیاست‌ها، راجع به عملکرد حکومت و دولت و مجموعه حکومتی، و نقدهایی کردن و حتی راه حل‌های ارائه دادن و بسیار درست بود و خیلی هم شجاعانه بود این نامه. من واقعا لذت بردم وقتی اون نامه رو خوندم، از شخصیت ایشون واقعا میومد که این کارو بکنن. ولی متاسفانه اصلاح طلبان ما هم از این ور رونده شدن، مردم از دست دادن، همینجوری هم که حالا یکی از این آقایون اشاره فرمودن تو انتخابات دیدیم دیگه، مردمی که میومدن برای اصلاح طلبان و رأی به کاندیداهای اصلاح طلبان میدادن چگونه مثلا وارد انتخابات اصلا نشدن، و هم اون ور از دست دادن، یعنی حالا نمیدونم با نیت اینکه بتونن به حاکمیت نزدیک بشن سکوت کردن یا تغییر روش و تغییر مشی دادن که اون برم تحویلشون نگرفتن، یعنی از این ور رونده از اون ور مونده، به متاسفانه در چنین شرایطی قرار گرفتن. بنابراین که فکر کنیم حالا بازم یه تعدادی هستن از خواص یا نخبگان یا اصلاح طلبان که حرف میزنن، حرفای خوبم میزنن و ساکت نیستن، ولی اندکن دیگه. بنابراین اگر فکر کنیم که این اتفاق میتونه بیفته، من که امیدی به این قضیه ندارم. و این یه جایی صحبتی بود، البته نمیدونم چی شد که اینو نوشتم، یعنی اون جمله رو الان یادم نمیاد، حالا آقای سفیری فرمودن، آقای مصطفی گفتن، که من بر خودم اینجوری نوشتم که در عمل بسیاری تو داخل و خارج با همدیگه همراه هستن و یه کمپین جهانی به نظر من شکل گرفته، و اگرم جاهای نتایجی گرفته، این همراهی داخل و خارج با همدیگه است، هم مطالبات در داخل مطرح میشه،
بیرون هم حمایت میشه، تلاششون میکنن که اینها رو به جاهای همونجوری گفتم چه باید کرد، بخشش همین بود، به جاهای مختلف مربوطه در دنیا، حالا سازمانهای جهانی هن یا نهادهایی که به حال میتونن موثر باشن منتقل میکنن، پافشاری میکنن، دنبال میکنن، از اونها مطالبه دارن که باید عکس العمل نشون بدین و اونها هم حالا جاهایی که عکس العمل نشون دادن موفقیت هم حاصل شده. به هر حال من یعنی خانم امیری نمیبینم این ظرفیت رو در اصلاح طلبان فعلی که بیان چنین کاری بکنن و خودم اعتقاد دارم که فوت بابا که به نظر ما فوت طبیعی هم نبود، عامل اصلی این سکوت و تغییر روش و تغییر مشی اصلاح طلبان شده. آقای نیما مثلا گفتن که انتظار داشتیم من حزبی تشکیل بدم، بیانیه صادر کنم. من نمیدونم من این همه حرف میزنم، بیانیه فرقش با حرف زدن و مصاحبه کردن چیه؟ یعنی یه جور اعلام موضع دیگه. من حرف میزنم، چطور آقای نیما نشنیدن؟ یا حزب تشکیل بدم، منی که نمیتونم مثلا عضو یه حزبی باشم از لحاظ قانون حکومت، مثلا برم تقاضای حزب بکنم، به من حزب میدن و اجازه میدن من حزب داشته باشم؟ حزب کجا تشکیل بدم؟ ضمن اینکه مگر ما مشکل کمبود حزب داریم؟ الان حدود فکر کنم 30-40 تا بیشتر بود، 100 خورده بود، حالا با این قانون جدید شده 30-40 تا فکر کنم. حزب اصلاح طلب ما داریم، همینقدر حزب اصولگرا داریم، همینقدر حزب به ظاهر حالا به اصطلاح مستقل داریم. بنابراین مشکل تشکیل حزب نیست که آدم میخواد حزبی تشکیل بده و انقدر حزب وجود داره. اصلا یکی از مشکلات همین زیادی احزابه که صداهای متفاوت غیر متحد رو با هم ایجاد کرده. بنابراین یا اینکه مثلا من در مقابل حزب خودم بیستم، من که خیلی اعتقاد به این کار ندارم، ولی باز من نمیدونم، فکر کنم آقای نیما حالا یا منو دنبال نمیکنه یا اطلاعاتشون کامل نبوده. من که سال 90400 انتخابات بود، خب من گفتم شرکت نمیکنم، ولی حزب من شرکت کرد. من که الان چند سال اصلا در مقابل اصلاح طلبها دارم صحبت میکنم، آخرین فیلمی که همین مثلا یه ماه نشده پخش کردم، اصلاح طلبها و از جمله حزب خودم بردم زیر سوال که چرا به وقایع روز نسبت به وقایع روز که همون حالا توی صحبت های امشب هم گفتم دیگه اشاره بهش نمیکنم، ساکتین؟ چرا حرف نمیزنین؟ مگر انتظارم داریم مثلا دوره بعد مردم حرف ما رو گوش کنن بیان رأی بدن وقتی ما حاضر نیستیم حتی پشت کوچکترین چیزها، پشت مردم، برای کوچکترین چیزها پشت مردم بیستیم؟ برابر این چیزایی که شما میگی من دارم، من دیگه چیزی بیشتر از این ندارم کنم. من بازم میگم، حالا شماها که اینقدر ایراد میگیرین که من این کار نکردم اون کار نکردم، خودتون منو چیکار دارین میکنین؟ این طعنه نیست آقای اون نفر قبلی که گفتم من طعنه زدم به یکی در جوابی که دادم، این طعنه نیست، این واقعیته. من زمانی به یکی ایراد میگیرم که خودم فعالتر باشم از اون نفر. خب شما همه بلند شدین رفتین خارج از کشور، اونجا هم حد اکثر اینکه یه حرفی زدین دیگه، بیشتر از این مگه کاری کردین؟ تا حالا انتظار داریم مثلا داخل کشور کاری بیشتر از اینا بکنن؟ این طعنه نیست، این واقعیته. من قصد طعنه زدن اصلا ندارم و اهل طعنه زدن اصلا نیستم. یعنی چی میگم، یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگران. وقتی خود شما که در خارج از کشور این دست بازی هم دارین، ما عملی از شما نمیبینیم، حالا تو کسانی که داخل کشورن و این همه محدودیت دارن، چگونه باید عمل از خودشون به خرج بدن؟ کدوم عمل؟ دنبال چی الان باید باشیم؟ چجوری میشه وارد عمل شد؟ بنابراین بعد یه چیزی از آقای مرعشه نقد کردین که با ایشون مصاحبه داشتین، ایشون گفتن قدرت به هر قیمت. من اینو نمیتونم اصلا بپذیرم که آقای مرعشه همچی حرفی زد. آقای مرعشه اگر همچی حرفی میزد زندان نمیرفت، حکم محکومیت نمیگرفت، از تمام مناسب حکومتی کنار گذاشته نمیشد. چون اگر قرار دادن به هر قیمت حکومت باشه، طوری رفتار میکنه که حکومت خوشش بیاد و اون رو از خودش بدونه. آقای مرعشی چنین سابقه ای نداره. بنابراین من بعید میدونم که آقای مرعشی هم حالا شاید سوء تفاهم بوده، ولی چنین حرفی رو من که حداقل نشنیدم از ایشون و تو عملشون هم همین چیزی ندیدم. بعد آهان، بعد میگن حرف تاثیر نداره. اگر حرفا تاثیر نداشت، پس این همه زندانی و نمیدونم احضار و سرکوب و اینا، پس بر چیه اکثر اینا که الان تو زندان ها هستن؟ به خاطر حرفایی که زدن تو زندانه. اگر تاثیر نداشت که حکومت نمیترسید اینا رو زندان نمیبرد که، و اینجور محدودشون نمیکرد که. بنابراین اینقدر راحت اعمال دیگران رو زیر سوال نبریم و فکر کنیم خودمون عقل کلی، ما همه چی درستیم، در اینه که ما هیچ عمل کردی هم نمیبینیم که مثلا خب چه اتفاقی افتاد اونور. خب دوستان خسته نباشید، رسیدیم به پایان قسمت اول از گفتگو با خانم فائزه هاشمی. سعی میکنیم قسمت دوم رو هم در همین چند روز آینده خدمتتون تقدیم بکنیم. اتاقهای خوبی هم در این چند روز برگزار شده که حالا من سعی میکنم حتما به فراخور موضوع سریع آماده بکنیم و ادیتش رو انجام بدیم و خدمتتون تقدیم بکنیم. باز هم اگر بعضی از دوستان اول ویدیو و اول این محتوا رو نشنیدن، صحبتهای من رو تاکید میکنم که در هفته آینده شنبه اتاقی برگزار خواهد شد در سه قسمت
و اولین قسمت شنبه هسته، شنبه هفته آینده ساعت 9:30 شب به وقت ایران و 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی در پیوند با آیکاوه موسوی و اتفاقات و حواشی که این مدت به خصوص در مورد دادگاه حمید نوری و ایرج مستاقی و دوستانش آیکاوه موسوی داشتن، حتما این اتاق را اگر وقت کردید حضور پیدا بکنید. ساعت 9 شب به وقت ایران برگزار میشه. خود آقای مستاقی تشریف میارن. سعی میکنیم که آیکاوه موسوی هم بیان و به هر حال تریبون یک طرفه نباشه، هرچند آقای موسوی حرفشون رو بارها و بارها در اتاقهای متعدد زدن و اگر در مورد مسئله‌ای صحبت بکنیم مطمئنن اسناد و مدارکش رو هم خواهیم گذاشت. این اتاق وقتی سه قسمت تموم بشه، اون قولی که خدمتون داده بودم که مستندی در مورد کاوه موسوی کلاب هاوس فارسی میخواد آماده بکنه، پس از این سه قسمت حتما سعی میکنیم که بیسش رو این اتاقها بذاریم و صحبت های ایرج مستاقی و این مستند رو هرچه پربارتر با سند و مدرک و فکت خدمتون ارائه بدیم و یک کار ماندگاری بشه که آیندگان هم هر وقت نام کاوه موسوی اومد بتونن بهش رجوع بکنن و استفاده بکنن. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. دم همتون گرم. لایک کنید و با لایک کردنتون از کانالی که متعلق به تک تک شما هاست حمایت بکنید. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون بدرود.